تست در این تست دیگه رسما وارد دنباله حسابی میشیم سال اولش خیلی سوال روتینیه دیگه میگه جمله عمومی این کدام است آقا خیلی راحت به کدوم که از اینا یک بدم بهم دو میده یک بدم سه میده یک بدم پنج میده یک بدم هفت میده یک بدم دو میده تمام حالا آقا جمله عمومی بنویسی چند تا چند میره جلو پنج تا پنج تا پس بعد 5 داشته باشه پس اونایی که دو ان داره باز خیلی تاپ چهار ان داره یک بهش میدم بعد دو بگیرم پس بعد من سش کنم خیلی راحت دیگه این که اصلا حرفی توش نیست میگه در یک دنبال حسابی جمله سوم هفتم نهم می جوانات جملات دنبال دو ماله شما که آقا اینو که اون تها گفته بودی که ببین یه ذره فرق داره اولا اینکه این سال سال کنکور سال 85 اگه اشتباه نکنم ریاضی و تهش نگاه کن چی ازت خواسته گفته چندمین جمله این دنبال حسابی صفر است اونجا قدر نسبت بود اون فرمول و فلان پس هر چی که میبینی مثلا فرض کن چون یه بخشی رو تو ذهنت هست که سوالاش اینجوری بود دقت بکن که همه جزئیاتش با منطبق هست یا نه الان خیلی عادی بعد از تعریف دنبال حسابی بریم جمله سوم سو. جمله هفتم جمله نهم جمله سوم آیه که علاوه دی دو دی جمله هفتم آیه که به علاوه دی جمله نهم آیه که به علاوه خب اینا میگه جملات متوالی دنبال هندسی هن دیگه پس این وسطی به توان دو مساویه با ضرب اولی و آخری این میشه آیک به توان دو دوازده تا آیک دی سی و شیش تا دی دو جمله مشترک میتونیم بگیم مشترک به طوان دو جمع غیر مشترک ها در مشترک هشت دو دی و هشتی میشه ده دی در آیک میشه ده آیک دی ضرب غیر مشترک 16 تا دید بیاد بشه دو تا آیک دی این بره اونور بر. بشه منفی 20 تا دی دو باقش رو بیاییم اینجا ساده کن به دو آ یک دی... یه دی هم بزنیم دیگه یه پله بزنیم ساده کنیم به نظرتون یعنی خیلی سخت نمیشه حالا لشون بزنیم آ یک دی منفی ده تا دی دو یه دی هم ساده میکنیم چون میدونیم دی صفر نیست آیک مساوی منفی ده تا دی تو به اینجا میرسی و عادت کرده بودی که بیا اینو اینجا جایگذاری کنی و بعد مثلا قدر نسبت دنبال هندسی تو پیدا کنی ولی اگر نیک بنگری به این و این همون آیازده بند خدای ماست که صفره پس پاسخ سال که میگه چندمین جمله این دنبال صفره یازده همین جمله این دنبال صفر سال قشنگ بود میگه در یک دنبال حسابی مجموع چهار جمله اول پونزه هست. خب یه همین بالا شروع کنم نوشتن چهار جمله اول پونزه هست. یعنی آیک آ دو، آ سه، آ چهار، پونزه. مجموع پنج جمله بعدی آن یعنی سی. یعنی پنج جمله چهار جمله اول حالا پنج جمله. میشه آ پنج، آ شیش، آ هفت، آ هشت، آ که میشه چقدر؟ یک، دو، سه، چهار، پنج جمله. این سیه. پس چه کنیم؟ چهار جمله اول یعنی جمعش چهار جمله اول پونزه. پنج جمله بعدی یعنی از آ پنج شروع میشه پنج تا برو جلو یک دو سه چهار پنج تا میره تا نو اشتباه نکنید تا ده بنویسی یا ده تا پنج چون هر دوشون حساب میشه شیش تا جمله سیت میگه جمله یازده هم رو حساب کن ما بعد چیکار میکردیم اینا رو تبدیلشون میکردیم به دستگاه میتونیم یه ذره سریعتر از نکته سریتر از صفر تا که همه رو بیایم بگیم آقا یه آ آی یک دو تا آ آی سه آی تا آی آیک، یک چهار تا آ آی پس چهار تا آ داریم بذار با همون رنگ قبلیمون فعلا بنویسیم پس چهار تا آ آی داریم چهار تا جمله است دی نداره یه دونه دی داره دو تا دی داره سه تا دی داره میشه شش تا دی یه دونه آ آی یک دو تا آ آی سه آی تا آ آی یک چهار پنج تا آ آی یک چند تا دی داره؟ این چهار تا دی داره؟ این پنج تا دی داره؟ این شیش تا دی داره؟ این هفت تا دی داره؟ این هم هشت تا دی داره خب این دوتا میشه پونزده تا با این میشه بیست تا با این میشه سی تا حالا دین حل کنیم دستگاه بالایی رو من میگم تو پنج ضرب کنیم که این در واقع شیش دیه بشه سی دی بشه سارک میشه تو پنج ضرب کردم میشه بیست تا آیک تو پنج ضرب کردم سی تا دی تو پنج ضرب کردم هفتا دو پنج این هم که دست نمیزنم دی پنج تا یک. سی تا دی و سی با من موافقید که بالا رو منهای پایین کنیم 15 تا یک آی میره اینجا میشه 45 خدا رو شکر چیز روندی هم در اومد آیکمون در اومد 3 حالا آیکی که در اومد 3 رو بدیم جایگذاری کنیم آقا تو اینا میتونی جایگذاری کنی ولی خب این راحت تره دیگه این میشه چقدر 12 تا بره اونور میشه چقدر 3 تا 6 تیمون برابر میشه با 3 پس در نتیجه دیمون میشه یه دو حالا گفته جمله یازده هم آقا من آیک رو در آوردم دیرم دارم آ یازده مگه نمیشود آیک به علاوه ده تا دی آیک چقدر؟ سه ده تا دی چقدر؟ ده تا یه دوم ده تا نیم پنج جواب هشت اوکی یعنی فرایند فرایند مشخصیه یعنی دنبال حسابی اگه شما دستتون فقط تند بشه در نوع نوشتن محاسبات و اینا کلیت کار مشخص ایده ها تا یه حد زیادی محدودن تست ۴۲، میگه کارفرمایی به یک کارگری که مبتدی بوده به کارگری که مبتدی بوده میگه که شما بیا وایسا اینجا کار کن هفته اول 750 تومن حالا یه واحد پولی مثلا 750 هزار تومن خب پول میده بعد متعهد میشه که اگه رضایت داشته باشه هر هفته یعنی واحدی که ما داریم در موردش حرف میزنیم هفته از 25 واحد پول اضافه کن تا به دستمزد ثابت 2000 واحد برسه با رضایت کاری یعنی اگه هر هفته این پول رو اضافه بکنه این 25 تومن رو چند هفته طول میکشه تا به دستمزد ثابت 2000 تومن برسه ببین ما دنبال حسابی مواجهیم دیگه 750 تومن شروع کارمون بوده خب بعد خب میاد چیکار میکنه 25 واحد بهش اضافه میکنه یعنی میکنه 775 تا بعد دوره 25 تا اضافه میکنه میکنه 800 تا و همینجوری میره تا یه جایی به 2000 برسه و دیگه بهش دست نمیذاره میگه همین برات ثابت میمونه پس ما اگه بخوایم جمله عمومی رو بنویسیم ان که میشه دستمزدی که میگیره بعد از هفته مثلا انوم خب یه دونه آیک داریم که 750 ه به علاوه انم یکی در دی فرمول اینه دیگه قرار شدش تو این دوره خیلی زوم روی فرمول و اینا نکنیم دیگه آن حالا یه بار می a آیک به علاوه انم یکی در دی اینا رو حالا یا سفتازد رو دیدی یا خودت درس رو خوندی هر جوری هست دیگه به درس و فرمول ها و اصل کار مسلط هستیدی. دیگه فرضمون این 750 ان های یکی در دی که دی چقدره 25 بود مثلا در ماه اول، عب... آها اینجا یه ای نکته ای وجود داره دوباره همونطور که قبلا هم توی سفت تا صد دیده بودیم وقتی سال واقعی میشه الزاما نباید از این پیروی بکنه خب چرا چون من وقتی میخوام اینو تعریف کنم دست موزد. ببین دست موزد بعد از هفته انوم یعنی اگه من اینجا یک میذارم باید دستموز بعد از هفته اول رو بگیرم خب اینکه در هفته اول اینقدر دستموز گرفته در هفته دوم انقدر دست مز گرفته اون سال یخه توی دنبال هندسی اون سال سیم توی دنبال حسابی اگه یادتون باشه بعض وقتا لازم بود که ما این ان رو خود ان بنویسیم و هیچ اشکالی نداشت با توجه به واقعیت سال این عددیه که هفته اول میگیره این عددیه که هفته دوم میگیره پس الان با این صدق میکنه و صادقه اینو ما بعد با توجه به تطبیق اینا بفهمیم مثلا اینجا من n این و 1 میدم این میپر میشه 750 دست نوزا دو, دو میدم میشه یه دونه 25 به این اضافه میشه اوکی یعنی اما اینجا نمیگه با این شروع کردیم بعد از هفته اول انقدر میشه میگه همون هفته اول بده انقدر میدم خب یعنی این شروع کار ماست خب اه... حالا باید ببینیم که این کی 2000 میشه دیگه تمام دید. نه چرا قرمز دوباره برداشت مثلا بنفش خب ما باید بیم دو هزار و مساوی هفتصد و بلوه. یکی در دی کنیم دیمون چقدر؟ بیس و پنج که اونجا نوشته بودم اینجا ننوشتم نمیدونم چرا انمن منهای یک در بیس آقا این اگه بره اونور ور تساوی چه هم میشه؟ میگیم آقا یه 700 تا کم میشه 1300 میشه 1205 1205 مساویه با n های یک در 25 پس n من های یک من میشه 1250 تقسیم بره 25 که این میشه 50 دیگه درسته؟ یعنی 125 به 25 که تقسیم میشه یه پنج اگه اینجا بذاریم میشه 100 تا 25 تا 25 تا یه سفر هم حالا صفر رو در واقع باید اینطوری نوشت خب این امن یک پنج دیگه یعنی این یک یعنی بعد از پنج یک ماه ما به این هدفمون میرسیم حالا بحث ببین یعنی گزینه هم یه جوری که ممکنه یه سریاتون پنجاه و زده باشید مسئله اینه دیگه ببین میگه دستمزد گرفتن اینجوری که شما هفته اول که کار میکنی بهت پول میدن دیگه اینجوری شبیه سازی بکنیم به اون سال سیم کارته شما اول سیم کارت رو میگیری هنوز استفاده که نکرده بودی اگه یادتون باشه اون سال توی سفت تا یه پول اولیه باید بدی بعد ماهی که میگذره با توجه به میزان استفادهت از سیم کارت یه هزینه دیگه هم پرداخت میکنی خب ولی اینجا یک ماه میگذره یک ماه میره جلو شما میگیری ماه دیگه که میذاره میشه دو ماه دو ماه کار کردی و تو 775 تومن گرفتی خب پس این عدده یعنی جمله عمومی من از این ست میکنه پس اگه 51 هفته بگذره از وقتی من شروع به کار کردم این برابر میشه با 50 این برابر میشه با 1250 و با این میشه همون 2000 مد نظر ما فکر میکنم این سال سال 93 انسانی بوده فکر میکنم کلا وقتی ما سوالا رو میچینیم ریتم عوض میشه مثلا الان تو دنبال حسابیم اول سوالای کنکور سراسری رو میبینید و بعد سوالات آزمون مؤسسات میگه پن، مجموع پنج جمله اول از یک دنبال حسابی سعودی حواست باشه دور اینا یه خطی بکش که آخر سال ممکنه به کارت بیاد حسابی هم هست شست دو جمله بزرگتر سه برابر مجموع سه جمله کوچکتره بعد این هم سال کنکور بوده بعد تشمون اختلاف مشترک جلال خالق اصلا کلا سال عجیب. اختلاف مشترک به نظر تو یعنی یه ادبیات جدیدی اضافه شد اصلا ما تا نشدید خب اختلاف مشترک یعنی این جملات با هم یه اختلافی دارن که مشترکه دنبالمون که حسابیه خب قاعدتا باید اختلاف و مشترک باشن خب به این اختلاف مشترک چی میگفتیم ما همون دی رو میخواد دیگه همون قدر نسبت میخواد علا ایو حال ما شروع کنیم به نوشتن دیگه میگیم جمله اول پنج جمله اول من بیام اینجا که این گوشه شروع کنم چون ممکن طولانی شه منو باز دستم فقط میبینی شما میشه آیک به علاوه آدو. به علاوه آسه. به علاوه آ چهار به علاوه آ پنج شسته بعد میگه مجموع دو جمله بزرگتر آها اینجا برای سوال دو جمله بزرگتر من کجا بفهم گفته سعودیه دیگه وقتی میگه سعودی دو جمله بزرگتر 4 و 5 پس میشه آ 4 به علاوه آ 5 سه برابر مجموع سه جمله کوچیکتر خیلی خوب باز همون بازی ببین ایده سال دیگه تموم شد دیگه الان باید دستگاه حل کنی و بازی ها اینجوری آقا چند تا آیه داریم قاعدتا پنج تا آیه داریم پنج تا آیه چند تا دی داریم دی نداره یه دونه دی داره دو تا دی داره سه تا دی داره چهار تا دی داره چهار و سه هفت هفت و سه ده شست اینجا دو تا آیه دارم چون دو تا جمله دارم، هر جمله یه آیک داره. این سه تا دی داره، این چهار تا دی داره، پس هفت تا دا دی داره. سه تا آیک داره، دی نداره. یه دی داره، دو دی داره، پس سه دی دارم. خب، اول اینو ساده کنیم. نه تا آیک، نه تا دی. بعد، خب، حالا بریم یه پلچه من اینجا طرف این رو به یه دونه پنج ساده می آی آیک به علاوه دو دی با اینم به پنج میشه دوازده اینم هم یه بر تر و تمیز شه. مثلا همه رو بریزیم یه بر بهتره دیگه کل این دوتا رو بریزیم اونور بر. این دو آیک برومه میشه هفته آیک به علاوه دو دی هفته آیک به علاوه دو دی برابر با بر صفره بر این ولی چون همه رو دارم میرزم اونور دیگه نه تا نه تا این بر میشه هفت تا این بر میشه دو تا کم کن پایین و منهای بالا کنیم یا بالا و منهای پایین فرقی نداره ولی علل حساب منفی در میاد عادی حالا بالا رو منهای پایین کن منهای 6 تا آیه که من برابر میشه با این منهای این 12 پس آیک که من برابر میشه با منفی دو حالا این منفی دو رو مثلا اینجا جایگذاری کن برونور میشه چهارده دیت میشه هفت خب. اختلاف مشترکشون چیه؟ در دنباله حسابی مجموع سه جمله اول آن سی در یک دنباله حسابی مجموع سه جمله بعدی آن شسته جمله هشتم رو پیدا کن بخشید با سه جمله اول سی و سه باشه دنباله من هم حسابی آ یک آ دو آ سه سی و سه سه جمله بعدیش هست آ چهار آ پنج آ جمله هشتم آن کدام است همون بازی قبلی سه تا آیک دی نداره، بذار با رنگ رو عوض کنم مثل قبلی که مشهود تره فکر میکنم براتون این یه دونه دی داره، این دو تا دی داره خب، سه تا یک دارم، سه تا هم دی دارم سه تا یک دارم، یه سه تا دی دارم، یه چهار تا دی دارم، یه پنج تا دی دارم که میشه هفت و پنج، دوازده تا دی این هم شست شست خب به یه سه تقسیم کنیم به سه آیک به علاوه دی میشه یازده به یه سه تقسیم کنیم آیک به علاوه چهار دی میشه بیست چونی محاسباتمون راحت تر میشه دیگه حالا پایین و منهای بالا کن سه دی این منهای این هم این کن نه no. دی شد چقدر 3. 10 سه رو بزن اینجا. آ یک چند در میاد؟ میشه 8. میشه جمله 8م. آ یک 8. 3 تا 7 تا 21. حله سوالا سوالای همه گردن کلفتیا یعنی سوالا سوالای روتینی نیست ولی می‌بینید که برا ما الان روتین شده دی با این فرمی که داریم می‌ریم اوکی و مسئله اینه حالا بعضی وقتا هم هستش که مثلا الان بعد از یه تایم طولانی زبط و اینا ذره من انرژی میفته پایین و خسته میشم دیگه به بزرگی خودتون ببخشید بازارتی واقعا سخت می‌شدیم خب 45 میگه مجموع پنج عدد که جملات متوالی از دنبال حسابی صد و پنجه. مجموع سه عدد بزرگتر 6 برابر مجموع دو عدد کچکتر میبینی این, این فرایند میگه بزرگترین این عدد چی میگه جملات متوالی دنبال حسابی هن این چیز مهم می بود برامون بعد پنج هم هست یعنی فرد خوبه ببین باید به درس مسلط باشی آ آ به علاوه دی جا میشه بله آ به علاوه دو دی آ من دی و دیگه منو در صفحه نداری ولی آ منهای های دو دی رو داری منم الان میام میگه مجموع اینا 105 خب جمع کنیم دیگه ان موافقید که جمع کنیم ببین منهای دو دی به علاوه دو دی پر من دی به علاوه دی پر این هم که دی نداره یک دو سه چهار پنج تا پنج تا آ 105 آ میشه چقدر 21 الان مثلا میگه آقا چه 21 حساب کنی بهت گفتم اینا رو دیگه گفتم که بعد میخوای تقسیم کنی تو ذهنت یه 5 اینجا می نویسی حالا از اینجا شروع می‌کنی به جلو اومدن یعنی کجا میتونی تقسیم به 5 کنی به 10 که میرسی میگه دو اینجا صفر میاد 5 تو ذهنت میاد پایین حالا میگه 5 به 5 یک یعنی اینا فرآیند آقا محاسبه تمرین کن ها خیلی از بدبختیات فقط خاطر همین محاسبه است یعنی محاسبه سری باشه کار خیلی راحت تر حل میشه احساس کردم بدخط شدهش میشه صد و پنج. پس آ برابر میشه با 21. خب میگه که مجموع سه عدد بزرگتر خب شش برابر مجموع دو عدد کوچیکتره ببین ما الان نمیدونیم این سعودی چینده شده یا نزولی چینده شده یه فرضی می‌کنیم فرقی نداره اگه یاتون باشه سوال مثل این حل کرده بودیم که گفتیم یه دی در میاریم سعودی چینده میشه یه دی در میاریم نزولی چینده میشه الان ما با فرض سعودی بودن میریم میگه مجموع سه عدد بزرگتر یعنی این سه تا رو میگیری میشه چقدر میشه سه تا آها بعد جمله رو بازنویسی کنی همیشه خوبه یعنی ایده خوبیه یعنی میگه حالا که 21 رو درآوردم این 21 که... این 21 که به علاوه دیه و این 21 که به علاوه دو دیه خب و این 21 منهای دیه این هم 21 منهای دو دیه خب بعد حالا بیایی بگی که خیلی خب مجموع این ستا گفته که 6 برابر مجموع دوتای کچکتره خب این ستا ستا 21 داره که میشه 60 و ستا خب بعد یه سدی هم داره این میگه هست 6 برابر جمع اینا یه 42 تا داره ارزم به حضور شما من های یه دونه ستادی خب حالا باید بریم اینو محاسبه کنیم ببینید اولا که من الان میبینم که 63 توش 3 داره ببین برای محاسبه برای اینکه فرایند کاری زر راحت تر باشه 63 توش 3 داره 3 تا 21 بود در واقع اینو ببین چه جوری ساده میکنم اینو به 3 میزنم 21 این به 3 میزنم بپره این به 3 دو. دیگه وقتی ضربه نباید اینا رو هم به سه ساده کنی چون اینجا جمع بود هر دو تاش انگار یه سه ازش فاکتور گرفتم یه, یه همچین مفهومی داره یا خب. حالا فراینده راحت تر میشه دیگه چی میشه؟ بنویسم میشه 21 و به علاوه دی مساویه دو تا چهل و دو تا هشتاد و چهار تا منهای 6 دی این بیاد اینور میشه بالاش می نویسم هفتادی این بند خدا بره اونور میشه شست و سه خب نو هفتا شست و ستار هم میدونیم دیگه دی برابر میشه با نو خب میگه بزرگترین این عداد چه دا. ما فرضمون بود که بزرگترین اینه دیگه خب حالا آمونو که داشتیم اصلا میتونیم از این استفاده کنیم ببین قاعدتا این بعد بزرگترین جمله ما باشه یعنی 21 <تصفح> به علاوه دو تا نقطه یعنی هیچده یعنی سی